خب خوشبختانه ما وقتی وارد بلغارستان شدیم از قبل برنامه‌ای که باید تعیین می‌شد رو تعیین کرده بودیم و همه شاید برای ما مهیا بود. هتل اقامت رو هم خودمون انتخاب کرده بودیم که در نهایت بعداً اعلام شد که این هتل هتل برگزاری مسابقات هست. همه چی خوب بود، به هر حال بچه‌ها استراحت کردن، چند روز زودتر اومدیم، سعی کردیم که این فاصله زمانی رو در واقع 5-6 ساعت برزیل با بلغار فاصله داشت رو ترمیم کنیم و در نهایت این که وارد فضای تمرینات شدیم. دو سه روز اول مقدار به خاطر جابجایی زمانی کار خیلی خوب پیش نمی‌رفت، بچه‌ها بیشتر خستگی و فشار مسافرت بودن، ولی کم کم فضای بهتر شد و همتون فضای خوبی تمرین میکنیم. 4 جلسه تمرین وزنه از روزی که اومدیم بلغارستان کار وزنه انجام شد و تا روز مسابقه هم 6 جلسه کار توپی انجام خواهیم داد. وضعیت خوب و قابل قبوله. به هر حال دو تا بازیکنمون از تیم جدا شدن بعد از برزیل و دو تا بازیکن آقای سعادت و آقای سعلک اضافه شدن. وضعشون خوبه، دارن با بچه کار میکنن و امیدوارم که با شرایط جدید در مسابقات عملکرد خوبی رو داشته باشیم. من یه سابقه آشناییم با ایشون، شاید بیش از 10 سال با تیم ملی بزرگسالان که در دوره‌ای که آقای معدنی سرمربی تیم بودن و دستیارش بودیم، از اون زمان باشون آشنا شدم و همیشه زمانی که با تیم مختلف وارد بلغارستان میشیم ایشون سر تمرینات میان و سر میزنن به ما، یه لطف محبت‌آمیز ما دارن و صحبت کردیم با هم و از وضعیت والیبال ایران و بلغارستان یه خوشبشی داشتیم. تا شروع مسابقات قطعا برطرف میشه. به هر حال 6 ساعت فاصله زمانی میطلبه که 6 یا 5 روز از زمان ورود بگذره. الان وضع خیلی بهتره. به هر حال من خودم بعد از این وارد بلغارستان شدم شاید خیلی خیلی کم تونستم بخوابم، کاملا متفاوت بود زمان. روز هم به دلیل داشتن بعض تمرین استراحت نمی‌کردم، شبم نمی‌تونستم بخوابم. این وضع واسه بعضی از بچه‌ها هم اتفاق افتاد، ولی الان از دیشب وضع بهتر شد. امیدوارم تا روز مسابقه وضعیت خوبی برای تیم رقم بخوره. خب از قبل بچه‌ها هماهنگ بودن، تمرین داشتن با هم تمرین می‌کردیم و الانم که من تو اردو وضعیتشون خوبه و هماهنگی لازم بین بچه‌ها و پاسورا هست و مشکل از این بابت وجود نداره. در حال مسئولیت‌های جزئی که هست برای آقای وادی، مسئولیت از نوع 60 دستش داره، یه مقدار تو بازی که در برزیل بود محدودش میکرد، الان وضعش بهتره ولی مسئولیت همچنان هست، سبب بازی نکردن نمیشه. امروز هم یه ضربه کوچیک به شست آقای رمضانی هم خورد، البته مسئولیت جدی نیست ولی مقدار دستش دچار درد و التهاب شد. مسئولیت جزئی است که سبب نمیشه بازی نکنن، ولی به هر حال این بخش از ورزش است. بله، طبق قانون و قاعده روز قبل از مسابقه همه تیم‌ها در سالن اصلی مسابقات تمرین خواهند کرد. ما هم یه ساعتونی اونجا تمرین خواهیم کرد و امیدوارم توی فساد برامون عالی باشه و بتونیم تو سالن هماهنگی لازم رو به دست بریم و آماده مسابقات رسمی باشیم. توجه به اینکه چند روز زودتر اومدیم و فرصت داشتیم، یه مقدار سعی کردیم بررسی‌های دقیق بیشتری انجام بدیم و فردا و روز قبل بازی سعی می‌کنیم که 2 مرحله آنالیز داشته باشیم، اطلاعات تیم رو در اختیار بچه‌ها بذاریم و بچه‌ها با شرایط تیم بلغارستان بیشتر آشنا بشن. امیدوارم که اطلاعاتی که در اختیارشون قرار می‌گیره در جهت مثبت قرار بگیره و تیم بتونه از اون اطلاعات به درستی استفاده کنه و کمک کنه برای موفقیت تیم.